سلام و درود به شما عزیزانی که فصل رو شروع کردید یا میخواین شروع بکنید این ویدیو دوم از سری نکات روزه متنابب یا intermittent fasting هست چه کارهایی میتونیم بکنیم که به مرور سبک زندگیمون بهتر شه ارتباطمون با قضا بهتر شده و در نهایت حالمون بهتر بشه و آخر از همه وزن و سایزمون نرمال بشه بله آخر از همه اگر دنبال لاغری موضعی در یک هفته هستین کانال من به درد شما نمیخوره کانال های زیادی هستن که این دروغ های شیک رویه های قشنگ رو میفروشن من از اونها نیستم درود به همگی فرشید جلیان هستم نه پزشکم و نه سعی میکنم باشم من یه مشاور و مربی منابع انسانی کنجکاو در زمینه تغذیه ورزش و پیشرفت هستم در کانال یوتیوب تجربیات هم اطلاعات جدید از مقالات و پادکست های مختلف رو با شما به اشتراک میذارم. امروز اما میخوام نکات بیشتری از روزه متناوب رو با شما در میون بذارم. یادم زمان مدرسه اگر سوالی از معلم میپرسیدیم که قبلا راجبش توضیح داده بود و جوابش توی جزوش بود خیلی ناراحت میشد نشون میداد که اصلا گوش ندادیم یا جزوه رو نخوندیم حالا من رو معلم نبینید همیشه میگم من جای پسر یا برادر شما اما خواهشا با دقت گوش کنید نظر ندارید که فقط ویدیو رو ببینید مهم یاد گرفتن هست این رو برای عزیزانی میگم که اومدن مرتب پرسیدن آب چی چای چی همینطور که قبلا گفتم مواردی مثل آب نمک چای قهوه تلخ که هیچ کالری ندارن مشکلی برای شما ایجاد نمیکنند و همینطور برخی عرقیجات اون هم به مقدار خیلی کم این نکته اول هست مصرف عرقیجات مثل کاشنی همواره خوب بوده برای کبد و در کل پاکسازی بدن گلاب هم خیلی پرسیدن برای عطر شاید شاید برای حس خوب یا حتی بوی بد دهان در کل این دو برای مثال کالری دارند اما در حد یک قاشق غذا خوری چیزی نیست که روزه شما رو بشکنه بهتر است که نخورید واقعا تا تمام اون خاصیت روزه رو دریافت بکنید ولی اگر خواستید به هر دلیل مصرف کنید خیلی خیلی کم مصرف کنید راجع به مایات میتونید دمنوش مصرف کنید نه دمنوش سیب که باز میوه است و مقداری شیرین میشه جای چای سیاه بیخیر و خاصیت چای سبز مصرف کنید آره تلخ است تر بخورید از همه هم بهتر که مورد علاقه خود من هست جینجر یا زنجبیل چند حلقه بندازید توی آب و بذارید حسابی جوش بخوره 20 دقیقه تقریبا خوبه شدیدن ضد التهاب است و توی خیلی از موارد مثل سنگ کلیه یا گرفتگی عروق و مشابهش خیلی به درد میخوره اگر مشکل یبوست دارین قطعا با نکته شروع خوردن که در ادامه میگم وضعتون بهتر میشه اما تا وقتی بهتر نشده میتونید تخم شربتی برای مثال در طی زمان فست مصرف کنید باز نه مورد بعد راجب ضعف هست که باز خیلی سوال پرسیدن و باز هم در ویدیو قبل نکتهش بود املاه املا املا مهمترین چیز در اوایل فصل که شما هنوز عادت ندارید املاح رو از آب بگیرید و نه از غذا همین است املاح و در آخر این مورد باعث سردرد ضعف و سرگیجه و حالت تعوا میشه اجله نکنید به مرور ساعت رو کم کنید تا بدن عادت کنه نمک با کیفیت هم فراموش نشه یا مکمل های الکترولایت که خب میتونید راحت پیدا بکنید همه جا این مورد لزوما برای همه نیست اگر فشارتون برای مثال بالا باشه خب روزه بگیرید تازه میاد پایین و نرمال میشه پس احتمالا نیازی نداشته باشید به نمک اینه که مهم اندازه خودتون مصرف کنید و من نمیتونم بگم دقیقا چند گرم برای 16 ساعت باید مصرف بشه خود من صبح انقدر که با دو انگشت نمک وردارم فقط میریزم توی یه لیتر آب قطعا نمک زیادی هم باز از اون ور پل بیافتید پس تعادل رو حفظ کنید مصرف آب هم به همین شکل فرمول خاصی نیست که بگه شما با فلان قد و وزن چقدر آب در روز میل کنید البته یه نکته مهم و اون این که هر چقدر آب خوردن حیاتی هست زیاد آب خوردن هم دردسر ایجاد میکنه آب رو کم کم میل کنید تا زود دفع نشه هر چی زودتر به شماره یک تبدیل شه ضررش بیشتر از سودش میشه ضررش چیه شاید تعجب کنید خب آب هر جا میره دست خالی نمیره با خودش املاح رو هم میبره اگر سریع دفع شد املاح رو هم سریع با خودش برده و شما در آخر باز بدون الکترولایت موندید پس قلوب قلوب کم کم و مداوم چقدرش هم قبلا گفتم رنگ ادرار نه سفید باشه نه زرد زرد یواش به اصطلاح یادش <تص> بخیر سبز یواش اگر میدونید راجع به چی صحبت میکنم حتما کامنت بذارید احتمالا احوازی ها بدونم شروع بخوردن خوردن یکی از مهمترین نکات فصل است اینقدر مهم که در آخر مشخص میکنه مقاومت به انسولین شما بهتر شه یا بدتر یا اینکه نسبتا کاهش وزن داشته باشید یا نه چرا باید بپرسید خب اولین چیزی که وارد روده میشه مهمه چون روده خالی هست و جا برای جولون دادن داره اگر مدل روزه اسلامی خودمون مثل عموم مردم امروزی با کل شیرینی و حله شروع کردید قند میشه تنها ماده موجود در روده و خیلی سریع جذب عروق شده و در نهایت قند خون با سرعت خیلی زیادی بالا میره این اتفاقات زنجیروار با ترشح انسولین زیاد در بدن ادامه پیدا میکنه و در آخر یعنی خطر دیابت از طرفی هم قبلا گفتم اوج گرفتن سریع انسولین همراه میشه با سقوط سریعش و پشتبندش بالا رفتن سریع هورمون گریلین و در نهایت ولع و گرسنگی بیشتر پس تحمل گرسنگی روز به روز برای شما سختتر و سختتر میشه خب قن نخوریم با چی شروع کنیم باید بپرسید حتما گزینه مناسبتر خوردن مقداری چربی سالم فیبر زیاد و پروتئین هست چربی سالم مثل آب قلم فیبر مثل سالات پروتئین هم مثل تخم مرغ باز اگر با مواد ناسالمی روزه رو تموم کردین و شروع به خوردن کردین یه مشکل دیگه هم براتون به وجود میاد و اون نشت روده هست که در بلند مدرت براتون دردسر درست میکنه باز این هم از اون واحدهای اولیه ای هست که باید پاس کرده باشید اگر نکردین برید قسمت 15 رو ببینید مختصر جهت یادآوری لایه‌های روده اگر محافظت نشن با فیبر مناسب توانایی خودشون رو از دست میدن و موادی از لابلای این لایه ها شروع میکنن به رد شدن و وارد عروق شدن که نباید بشن مثل سموم، باکتری ها، ویروس های مختلف که در آخر باعث بیماری های مختلف در بدن میشن حتما شنیدین از این میگن ها که سپونه پروتئین زیادی بخورید خب این تا حدودی درست هست مشکل اینه که ما فکر میکنیم صبحونه یعنی هفت صبح این نکته بعد هست یعنی چهارم که صبحانه در لغت که break fast هست یعنی break fast یعنی شکستن فست باز کردن فست هیچ جای کلمش نگفته break fast کن هفت صبح یا بلا فاصله بعد از بیدار شدن میتونید فست رو بشکنید هر ساعتی که لازم هست این رو میگم که یک دیدتون به ساعت صبحونه عوض بشه دو با همون چیزی که به اصطلاح صبحانه سالمی هست شروع به خوردن بکنید قاعدتا نه نوتلا اما با سبزیجات و همراه با مقداری پروتئین میوه هم میتونه گزینه مناسبی برای باز کردن فست باشه به شرط اینکه جزء خوبها باشه الان باید ببینید که چرا با کلیات شروع کردم و بعد سراغ همچین جزئیاتی اومدم اگر جدید هستین در کانال یا هنوز ندیدید قسمت 27 تشخیص میوه های خوب و بد رو ببینید اما مختصر بگم یعنی میوه که آب و فیبر زیادی داره چون مهمترین چیز میوه همون فیبرش هست که باز بره و یه لایه محافظ در روده ایجاد بکنه و اما یه پیام بازرگانی بریم اگر از محتوای این کانال خوشتون اومده حتما سابسکرایب کنید اون زنگوله یا نوتیفیکیشن رو هم روشن کنید که از ویدیوهای بعدی اطلاع پیدا کنید لطفا لینکش رو در گروه های مختلف به اشتراک بذارید این کارتون رو من کمک میکنه تا وقت بیشتری برای این کار تولید محتوای رایگان بذارم پیشا پیش ممنونم میتونید از روی پلیلیستا ویدیوهای قبلی رو هم ببینید و مرور کنید نکته بعد برمیکرده به سوء تغذیه ریزش مو کاهش شدید وزن و این جور مشکلات و بدبینی هایی که وجود داره و در آخر این ترسی که نمیذاره شروع کنید باز جواب رو قبلا دادم قسمت پنج کلیات فست که برای ریختن ترس شماست اما باز اشاره کنم شما 8 ساعت قرار بخورید این تقریبا معادل همون زمانی هست که عموم مردم تا همین 50 سال پیش غذا میخوردن و همگی از من و شما سالمتر تر بودن انسان همیشه یخچال نداشته درش رو باز کنه و مدام شروع کنه به خوردن برای به دست آوردن غذا باید زحمت میکشیده ساعتها وقت میذاشته و خب بعد تازه یه چند ساعتی استراحت کرده و غذا میخورده نمیخوام حالا از خواص فست بگم بلکه میخوام بگم مدام غذا نخوردن کاملا عادی بوده البته این ترس شما هم کاملا عادی هست همه میترسیم از نبود غذا از مردن از هزار یه چیز مختلف انسان نترس اصلا نداریم اونی که به اسم نترس میشناسیم هم میترسه اما باز تصمیم میگیره آگاهانه که اون کار رو انجام بده دور نشیم که اگر شدیم و اون مسیر رو برم این ویدیو احتمالا یک ساعت شه خب شما هشت ساعت فرصت خوردن دارید غذا خوب بخورید به اندازه بخورید سالم بخورید چرا باید مشکلی پیش بیاد شما هشت ساعت سالم بخورید وضعتون خیلی بهتر از شخص دیگه ای می میشه که 18 ساعت فست فود میخوره یا شیرینی یا هر چیزی مدام خوردن لزوما دوای هر دردی نیست ریزش مو هم داستانش مفصل هست میبینید که میرسیم اما قطعا بهش کاهش شدید وزن هم اتفاق نمیافته مادامی که کالریتون رو خیلی کم نکنید و توصیه من همیشه این هست که خیلی با کالری دریافتیتون ور نرید خیلی کمش نکنید میخواین وزن کم کنید 8 ساعت بخورید ده درصد کمتر از همیشه بخورید نمیخواد لزوما بشمارید یه کوچولو کمتر از همیشه خیلی راحت و ملایم وزن کم میشه کلافه و عصبی هم نمیشید خیلی کم کردن کالری دردسرهای زیادی درست میکنه نمونهش به هم زدن و کن شدن متابولیسم بدن که در قسمت 28 راجبش صحبت کردم یه اشاره ریزی هم به زمان فست کنم و اون اینکه اگر تازه شروع کردید اصلا سخت نگیرید فعلا هر ساعتی براتون شدنی هست روزه رو بگیرید و بعد به مرور هر ساعتی به کار و زندگیتون میخوره و در آخر بهتون میگم چطوری این ساعت رو به ایدال ترین شکل ممکن کوکش کنید بازم سوال بپرسید ولی اگر جواب ندادم نگران نباشید حتما توضیح زیاد بوده توی نکات بعدی میارمش ممنون که تا اینجا با من همراه بودید اگر فکر میکنید ویدیو میتونه برای شخص خاصی مفید یا جالب باشه حتما لینکش رو برای اون عزیز بفرستید امیدوارم با تنی سالم از دکتر راهروهای بیمارستان دور بمونید موفق باشید